سیاست چیست؟ سیاست داخلی و خارجی چی؟ امارت اسلامی در حال وارد سومین سال حاکمیتش می شود که هنوز حکومت از سوی اداره سرپرست رهبری می شود و سرنوشت قانون اساسی و تدوین سیاست خارجی ناروشن است. ماهیت سیاست داخلی و خارجی امارت اسلامی را چگونه می شود تعریف کرد؟ از چگونگی سیاست گذاری های امارت اسلامی چه می دانیم؟ مبنا و شکل حکومتداری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه است؟ در دو سال گذشته کسب مشروعیت بین المللی از اولویت های امارت اسلامی بوده. چرا کابل نتوانسته با دیپلماسی و یا هم عمل کردش جهان را قانع کند تا آنان را به رسمیت بشناسند؟ مشخصتر، چرا حداقل امارت اسلامی نتوانسته با کشورهای اسلامی گفتمان واحدی را به وجود بیاورد؟ و اما آیا این گفتمان واحد در داخل افغانستان شکل گرفته؟ به نام خداوند یکتا و درود بر شما، به این ویژه برنامه تولونیوز خوش آمدید. من شمسمانی هستم و مهمانانم آقایان محمد امین کریم، عضو شورای رهبری حزب اسلامی افغانستان، آقای قاری محمد سعید خوستی، عضو امارت اسلامی اینجا در استودیو، و پوهنمل حمیدالله فاروقی، رئیس پیشین دانشگاه کابل، از طریق اسکایپ با ما وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را به بس خوش آمدید میگم. بسیار خوش آمدین. ابتدا از هر چیز آقای کریم، اگر با شما آغاز بکنیم و بپرسم که سیاست چی است؟ البته سیاست داخلی، و برای چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما و مهمانان گرامی شما، آقای خوستی و جناب فاروقی و بیننده های برنامه وزین شما، عرض سلام و احترام دارم. بسیار تشکر. و اما بعد، سیاست تعریف بسیار متعدد دارم. من دو سه تاش مطرح میکنم، ببینیم کدامش مطمح نظر شماست. هر فعالیت خارج از مفاد شخصی در جامعه یک عمل سیاسی است. سیاست فن بهترین انتخاب در مقابل داده ها و امکانات است. رسیدن به بهترین نتیجه مطلوب با داده های موجود. سیاست استراتژی رسیدن به قدرت است. و سیاست فن داد و گرفت است در یک روابط اجتماعی و یا یک روابط فرا ملی و بین المللی. اینها همه تعریف است که ما میتونیم از سیاست داشته باشیم. سیاست داخلی چی؟ سیاست داخلی تدویر یک برنامه است که اهداف داخلی را که مقامات رهبری برای رسیدن به او تعیین کردن، فن رسیدن به او اهداف را سیاست می‌کند. دو سال میگذره از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان. چطور یافتن سیاست داخلی حاکمیت کنونی افغانستان را؟ اگر ما شما توجه به پیشینه اوضاع کشور نکنیم، درک شرایط فعلی بر ما دشوارتر میشه. اجازه بدین که چند نقطه را که بارها تکرار شده ولی به مثابه تکرار احسن بازگویی بکنم اینجا. بفرمایید. از دو سال به این طرف اشغال در کشور خاتمه پیدا کرده، ختم جنگ خاتمه پیدا کرده، قربانی شدن 200 تا 300 نفر در روز لله الحمد به پایان رسیده، جزایر قدرت که همه ملت شاهدش بود از میان برداشته شده، امنیت نسبی فیزیکی در کشور، در سرتاسر کشور اعاده شده و یک عملی است که در 45 سال اخیر اتفاق نیفتاده بود و امر بسیار بزرگی است. هر کدام از این مسائل مطالب بسیار اهم برای کشور و مملکت ماست. فرهنگ وطن فروشی که در 20 سال تبلیغ می شد و در این رابطه بسیار کم صحبت شده، فرهنگ وطن فروشی نقطه پایان برش گذاشته شد. هدفتون چیست از این فرهنگ وطن فروشی؟ فرهنگ وطن فروشی او گفتمانی بود که در طول 20 سال سردمداران نظام تبلیغ میکردن که دوستان بین المللی به کمک ما شتافتن
و ما مشترکاً به خاطر مبارزه بر ضد تروریسم اینا را خواستیم. نه اشغالی هست، نه اسارتی هست، نه وابستگی هست، بلکه همکاری دوستانه از همه جهان. امروز وابسته به هم دیگر هستند، باید تعریف جدیدی از استقلال و اسارت ارائه کرد. در حقیقت این گفتمان به خودی خود توجیه و تبلیغ فرهنگ وطن فروشی بود، غرور ملی را پامال کردن و برای از او ماست مالی کردن که نه خیلی اشغال نیست. نیروهای خارجی به اساس قطعنامه شورای امنیت به افغانستان آمدن. ما بارها در طول از این 20 سال در داخل و خارج چلنج دادیم که شما یک قطعنامه را که سازمان ملل متحد و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر حضور نیروهای Enduring Freedom، 70% نیروهای اشغالگر امریکایی به افغانستان داده باشه نشان بده. ما بازم چلنج میتونم، چنین قطعنامه قطعا وجود نداره. مسئله ایساف و ناتو ایساف جداگانه است. این حضور و اشغال کشور ما را یک توجیه قانون دادن و او را وضعیت عادی نشان دادن عیناً مصداق فرهنگ وطن فروشی است. فرهنگ گدایگری به خاتمه پیدا کرد، فرهنگی که تمام ملت ما را دست به گدایی ساخته بود و منتظر این نهاد و آن نهاد و این بنگاه و آن بنگاه که حال نیست میگن، که حال ما مجبوریت های خود قطعی داریم، بیشتر از پیش داریم. 20 میلیون نفوس کشور ما تقریبا دقیقا نصف نفوس ملت ما وابسته و محتاج. آخرین آمار از 29 میلیون نفوس افغانستان حکایت میکنه، آخرین آمار 28 میلیون 29 میلیون دقیقا که 2/3 نفوس ما تشکیل. ما محتاج هستیم امین فرهنگ گدایگری و محتاج سازی ملت ما به حد رسید. با وجود سرازیر شدن علی ظاهر صدها میلیارد دلار در طول تاریخ 5000 ساله کشور ما، ملت ما هیچ وقت به حد وابسته و محتاج اقتصادی نبوده که بعد از حضور 20 ساله نیروهای خارجی شده و شما فرمودین 29 میلیون نفوس ما، 2/3 نفوس ما محتاج و وابسته شده. بر علاوه از این فرهنگ گدایگری، منظور من چیز دیگه بود. در طول جهاد اول ما هر سال به جبهات می رفتم، با ما ریش سفیدا مردمان پیر همراه بودن، با ده‌ها کیلو بار به پشت خود می کردیم، از کوههای بلند بالا می شدیم، اوف نمی کشیدن اینا، ما که جوان بودیم خسته می شدیم. در این 20 سال عمو ریش سفید می گفت روبروی خانه تا پاکو می گفت باید یک انجوی کار بکنه، باید بیگانه ای کار بکنه. این متاسفانه محتاج ساختن و دست گدایی و منتظر بودن با بیگانه فرهنگ گدایی کردی است. آقای کریم، دو سال پیش از امروز در چنین روزی نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند، امارت اسلامی حاکمیت را به دست گرفت، جمهوریت 20 ساله سقوط کرد، پس از او امارت اسلامی حکومت سرپرست را اعلام کرد و همونطوری که شما تعریف کردین از سیاست در بعد داخلی روی کرده که امارت اسلامی در پیش گرفته، با توجه به موارد کم شما اشاره کردین یا عملکردهایی که داشته، چقدر از دیدگاه شما قناعت بخش بوده؟ سوال خیلی دشواری هست. یعنی ما تا به حال حقیقتا بیان سیاست کلی نظام را به صورت مدون نشنیدیم که بر اساس از اون معیاربندی بکنیم و قضاوت بکنیم که اینها چقدر با اهدافی که اعلان کردن رسیدن. ولی شکی نیست که در عمل کرد، نه در بیان، ما شاهد یک اداره هستیم که توانسته و این امر عادی نیست که این نظام را بچرخانه، نهادها را حفظ بکنه و امنیت از را تامین بکنه، امنیت عمومی نسبی فیزیکی را، چون که امنیت معنی بسیار وسیع تر از این داره، تنها در بود امنیتیش فیزیکیش مرز میکنم، تامین کرده. ادارات کار میکنن، اقتصاد افغانستان ورشکست نشد، میتونست که، البته دلایل داره و دلایلش عمدتا خارجی هم هست، که اسعار افغانی کاملا ورشکست شد و یک دلار به 1000 افغانی برسه، بازار قیمت ها حفظ شدن، حتی تورم از نگاه اقتصادی رو به نزول است و یک دستاورد بزرگ است. این هم عواملی داره که حتما منتج از سیاست دولتی نیست، ولی اینا دستاوردهایی است. در پهلوی از او متاسفانه ما با 2-3 بحران عمیق بزرگ
قرار داریم که تا به حال راه حل به خود پیدا نکرده. اگر شما خواستید اجازه بدین حتما برمیگردیم به شما. آقای خستی، دو سال گذشت، در مدت دو سال حکومت همچنان سرپرست است، در مدت دو سال سرنوشت قانون اساسی روشن نیست، هرچند مواردی بود که آقای کریم اشاره کرد که دستاوردهایی بوده یا حداقل کارهایی بوده که سوی امارت اسلامی شده. امشب حداقل ممکن مردم انتظار داشته باشه. چقدر میدانین سیاست داخلی امارت اسلامی فکر میکنین به اساس چه مؤلفه های استوار است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منی سیبتا سیتا و کریم سیبتا ملمتا فاروقی سیبتا طول لدون کو لدون کو سلامون احترامات رو اندکو. وعلیکم السلام. لکه څنګه چې کریم سیب یادونه وکړه، په تیرو دوو کلونو کې لومړی خو باید یادونه وکم چې موږ تاسې که چېرته دغه وضعیت د تیرو دوو کلونو وضعیت یا دا اوس فی الحال چې موږ په کوم وضعیت کې یو، که چېرته دا په مقایسوي حالت کې تحلیل نه کو وینا ارزوو، نو طبعا نارضایتۍ ډېرې دي او ناخوښۍ ډېرې دي. خو که چېرته موږ دا حالت مقایسه کو د تیر سره یې پرتله کو، یا مثلا دغه وضعیت د نورو هغه هیوادونو سره مقایسه کو چې هغه په ورته وضعیت کې دي، نو بیا موږ پرمختګ کړی ده، ښه مخته روان یو. د اسلامي امارت داخلي سیاست په اړه خو لکه مخکې چې امین صاحب هم یادونه وکړه، موږ په څو برخو مهمو برخو کې لاسته راوړنې لرو. لومړی مهمه لاسته راوړنه د موږ تاسې هغه امنیت دی، او امنیت داسې یوه لاسته راوړنه ده چې په تیرو پنځه څلویښتو څلویښتو کلونو کې موږ تاسې د داسې امنیت شاهد نه وو، او داسې امنیت موږ په تیرو اوږده موده کې موږ نه ده لیدلی، او هره ورځ سلګونه کسان نه وژل کېږي. دلته د داعش په نوم چې کومه پدیده ده، بهرنۍ پروژه ده، هغه تر ډېره حده کنترول شوې ده، تر ډېره حده کنترول شوې ده. دا هغه څه دي چې په سیمه کې ډېر کم هیوادونه توانېدلي دي، او همداسې د اقتصاد په برخه کې موږ لاسته راوړنې لرو. لکه مخکې چې میلمه یادونه وکړه، دغسې د مرکزیت په برخه کې د افغانستان نظام یو مرکزي قوي نظام ده، د قدرت جزیرې د منځه تللي دي. هغه امپراتوران چې په خپله ساحه کې به یې د قدرت جزیرې وي، هغه د منځه تللي دي. همداسې پردي جنګونه دلته نشته، افغانان په پردیو جنګونو کې نه وژل کېږي. دا هغه څه دي چې موږ د تیرو دوو کلونو لاسته راوړنې یادولی شو. طبیعي خبره ده، ډېر اورېدونکي د موږ تاسې لیدونکي به شاید دا یو اندېښنه تشویش ولري. ځینې شیان شته چې باید موږ لاسته کړي وای، نه مو دي لاسته کړي، خو امید دا ده چې هغه هم ترلاسه کړی شو. د هغې دپاره هم هڅه او کوشش روان ده. اما آقای خستی، بسیاری ها به این باور است، این موارد را که شما اشاره کردین، مثلا بهبود وضعیت اقتصادی، میگه که وضعیت اقتصادی بهبود نیافته، چون او را باید در وضعیت مردم دید. مردم بیش از 29 میلیون تن، آخرین آمار سازمان ملل 29.2 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک های بشری است. میگن پول ها کمک های زیادی به افغانستان آمده و این کمک ها سبب شده تا ارزش افغانی حداقل حفظ شود، و این سبب شده تا وضعیت یک مقدار کنترل شود. در مورد امنیت بسیاری ها به این باور است که دو سال پیش از امروز خب طالبان بودن، نیروهای آمریکایی بودن، حکومت بودن، ناتو بودن، جنگ می شد، نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شدن، کسانی که در برابر اینها می جنگید حالا در قدرت از گروه دیگر وجود ندارد، داعش هم که است بر حال حملات را هم کم و بیش انجام داده که امارت اسلامی به باور است که اونا را سرکوب کرده. ولی بر مبنای چی پیش میره؟ مثلا حکومت، قدرت، حاکمیت، اینها بر مبنای چی اصول و مؤلفه های شکل گرفته که حداقل برای مردم مشخص شوه و بفهمه مردم؟ گوره امانی سیب، ستاسی سوال تا بزر اولوس تراشم. تاسی دی اقتصاد پر برخه که یاد امنیت پر برخه که چی کم تنقید لرائی، دی اقتصاد پر برخه که تاسی دی ملگر و ملتون کم احسایه چی تاسی یاد وی، دا احسایه دی باور ورزه نبولم، دا احسایه چی خپریگی، نشریگی، دا ترشخ پل اهداف لری. په دې باندې موږ تاسو ته باور پکار نه ده. زه ورته د دې وطن خلک یو، په دې وطن کې ګرځو. هغه اعمار او هغه احصایې چې وړاندې کېږي، هغه خو زه ورته دلته په ځمکه کې نه، په واقعیت کې نه وینو.
هغه څه چې که چېرته نهویشت میلیونه خلک د لوږې سره مخ دي، نو دا خو یوازې زه ورته به په ګډه ماړه یو، نور خو دا ټول خلک بیا وږي دي. نو بیا خو په بیخي دلته په دې ملت کې په ګډه مور سړی شته نه. دا احصایې دا اعمار چې خپریږي دا د فشار په توګه خپریږي، تر شا نور اهداف لري. هغه مرستې چې افغانستان ته راځي، ګورئ دا په ډېرو بحثونو کې دا خبره موږ واضحه کړې ده، هغه بشري مرستې چې افغانستان ته راځي هغه په ډېر مافیایي شکل راځي. اغه بشری مرستې چې افغانستان ته راځي په اغه ډول چې لازمه ده په اغه ډول نه تقسیمیږي. په دې مرستو کې لس فیصده دلته په ولس مصرفیږي، دا نوي فیصده بیرته د همدې مافیا کړۍ ته ځي، بیرته د افغانستان نه وځي، بیرته په زرهاوو ډالري معاشاتو مصرفیږي، بیرته د دې هیواد نه بیرته وځي. نو هغه مرستې چې دلته راځي یا ویل کیږي چې افغانان په دې مرستو اتکا لري، دا دې سره زه موافق نه یم. هم د صحت په برخه کې، هم د خوراکي توکو، هم نقدي مرستې چې تقسیمیږي، دا په ډېر غیر شفاف ډول تقسیمیږي. اوس سوال دا ده چې که چېرته دغه مرستې په غیر شفاف ډول تقسیمیږي، ولې عمارت یې مخه نه نیسي؟ زما خپل نظر دا ده چې عمارت یې ځکه مخه نه نیسي چې عمارت د په سلو کې دا لس فیصده مرسته هم د ولس ته رسیږي، دا هم یو خیر بولي چې راځه دا لس فیصده هم کفایت کوي. کنه لازمه ده چې دا مرستې دې اصلا بند شي، دا د موږ ولس په درد نه خوري. موږ ته تر اوسه پورې داسې مرسته نه ده راکړل شوې چې هغه د دې ملت اساسي ستونزه حل کړي. دوی غواړي چې د ملت مفت خور روږدی شي، لکه مخکې چې کریم صاحب یادونه وکوله، دا ملت مفت خور روږدی کیږي. دا ملت یو بجۍ وړه، یو پیپه غوړه، یو ته محتاج، هغې ته سترګې نیولې وي. دا ملت دوی غواړي چې همداسې یې روږدی کړي، په همدې شیانو روږدی شي. د امنیت په برخه کې ګورئ، تاسې وایئ چې دلته طالبان وو، د ناټو ځواکونه وو، هغوی جګړه کوله. هر څه چې وو خو جګړه خو روانه وه. بیا دغې جګړې ته لابیګري کېده، د دې جګړې دپاره، د جګړې د دوام دپاره مصارف کېدل، د جګړې د دوام دپاره کوششونه روان وو. جګړه خو روانه وه که نه؟ د ورځې 1500-1400 تلفات تا درلودل. د 400 بستر د عمومي قومندان څو ورځې مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې موږ دلته 450 کسان د ورځې تلفات ورکوله، د یوه اړخ نه. دا څومره لوی ارقام دي؟ دا د کوم هدف د ترلاسه کولو دپاره موږ ورکول؟ دا ګورئ په خپل ذات کې لویه لاسته راوړنه ده. تاسې وایئ چې کوم قانون شتون نه لري. ګورئ، ما مخکې یادونه وکوله چې په ځینو برخو کې موږ نیمګړتیا لرو. راځئ چې انتظار وباسو چې دغه مسایل حل شي. موږ که چېرته فوکس او تمرکز په منفي شیانو باندې کوو، په هغه شیانو باندې کوو چې هغه نه دي ترلاسه شوي، په ځای د دې باید هغه مثبت اړخونه خو هم یو وارې راواخلو چې دلته څه شوي دي، کوم کارونه شوي دي. اوس داسې خو نه شي کېدلی چې په دوو کلونو کې د وطن بیخي ګل ګلزار شي، هېڅ ستونزه دې هم دلته پاتې نه شي، هر څه دې حل شي په یو آن. دا نه شي کېدلی، ولې تعهد موجود ده. د قانون د جوړولو دپاره تعهد موجود ده، د وطن د آبادۍ دپاره تعهد موجود ده، د نورو هغه ستونزو چې په دې وطن کې شته د هغې د حل دپاره تعهد موجود ده، په لوړه سطحه، د مشرتابه په سطحه. ممنون شما، سپاسگزارم آقای فاروقی. سلام به شما، بسیار خوش آمدین. حرکت دو ساله امارت اسلامی را شما چطور بررسی میکنین؟ هرچند که باورها بر این است که هنوز سیاست در بعد داخلی و خارجی تعریف نشده، مدون نشده، ولی عملکردها بسیار از چیزها را تعریف و تفسیر میکنه. شما چطور میبینین؟ بسیار تشکر. به نام خدا و بر سلام خدمت شما، خدمت مهمانای عزیز برنامه، خدمت شنونده های گرامی و همتنان عزیز ما که برنامه را تعقیب میکنن. ممنون شما. خدمت شما عرض بکنم، اونطور که همکارا و همکارای ما در بحث گفتن، بحث سیاست به عنوان یک وسیله یا ابزاری که یا هنری که در بحث سیاست داخلی دولت ها و یا حکما به خاطر بهتر تنظیم کردن امور مردم در جامعه بشری از او استفاده میکنن، به عنوان یک اصل قبول شده. این در بعد داخلی، در بعد خارجی و بالاخره در بعد نهادها و مؤسسات و حتی بخشای خصوصی به عنوان یک اصل مطرح است. بله. متاسفانه در پیریان دو سال گذشته، علی رغم استاوردهای که دوستا به اشاره کردن، متاسفانه کمبودی های فوق العاده وجود داشته و شهروندهای افغانستان، دوستایی که با افغانستان و نهادهایی که با افغانستان، همسایه ها و بالاخره دنیا، جامعه جهانی به عنوان یک اصل که امروز افغانستان به عنوان یک عضوی دهکده نمیتونه در
فاصله گیری با اونا و در دوری از اونا بتانه به شکل آرام به آرزوهای خود برسن. متاسفانه در این عرصه ها سیاست مدونه را ما ندیدیم و وجود نداره و این طبعا میتونه مورد سوال قرار بگیره. در نبود سیاست من فکر میکنم تمام عاملینی که در جامعه چی در بود سیاست داخلی چی در بود سیاست خارجی و چی هم در سایر ابعاد اگر یک طرح بسیار دقیق و مدون وجود نداشته باشه طبعا استفاده ها و نهانجاری های صورت میگیره که میتونه امو اهداف و برنامه ها و بالاخره آرزومندی هایی را که ملت ها دارن اونا به انحراف برون و در این حال همو امکانات را که حکما و دولت ها و حکمت ها او را به خاطر انتظام دادن بهتر امور و به خاطر تنظیم کردن بهتر زندگی شهروندهای خود از استفاده بکنن اون میتونه مورد استفاده قرار بگیره و ظرفیت ها متاسفانه به بیراه میره. درست. اما آقای فاروقی عملکرد ها بدون اینکه مثلا برنامه‌ای وجود داشته باشه نتیجه بخش نیست. وقتی در بسیار از موارد همونطور که اشاره شد نتیجه به دست آوردن اگر تعریف شده و مدون شده هم وجود نداشته روی کردها چطور فکر میکنین که نتیجه مثبت گرفتن؟ ببینین در بخش های مختلف افغانستان در یک شرایط بسیار خاص قرار گرفت. شما فراموش نکنید که بحث امروز افغانستان با آمدن این مرحله جدید یک مرحله تازه نیست. بحث تداوم انقطاع نسل ها در افغانستان ما شما حداقل در 100 سال اخیر وقت تاریخ افغانستان رو ببینیم متاسفانه افغانستان با این حوادث مواجه بوده. پیامد های عمو بحث هایی که در جریان 100 سال اخیر و مخصوصا در جریان 40 چند سال اخیر در افغانستان به وجود آمده امروز ما شاهد اینمی عملکرد هایی هستیم که از او متاسفانه ما نمیتونیم به عنوان دستاورد های یاد بکنیم. همیشه مورد نقد است همونطور که همکارا پیشتر در بحث های گذشته نقد کردن. اینها محصول عملکردهای نظام ها و یا ادارات قبلی بوده که در داخل افغانستان اونا به یک شکل از اشکال و یا مردم افغانستان حالت ها رو ایجاد کرده بودن که ما دست نگه شدیم، ما معتاد شدیم، خارجی ها مداخله کردن یک بار نیک دو بار و سه بار و این تداوم عمو سلسله هاست که متاسفانه در افغانستان این انقطاع به صورت متواتر به وجود آمده. فلحاظا برای اداره طالبان یا برای اونایی که امروز در مسئله قدرت هستن ضرورتی است که با استفاده از تجارب تاریخ او اشتباهات را که در گذشته تاریخ متاسفانه دولت های قبلی او اشتباهات انجام دادن اینا به او اشتباهات توجه بکنن از او اشتباهات بیاموزن و راه های را در پیش بگیرن که باز ملت افغانستان یک سال دو سال پنج سال بعد باز به همچو انقطاع مواجه نشد. ولی آقای فاروقی همطوری که این هم عمل کرده ها همیست که بالاخره نظام ها و سیستم ها به انقطاع و بالاخره به گسست و به ناکامی می انجام. بله همطوری که میگن بسیار از کاستی های وجود دارد. دو سال هم گذشته من درشت سه چهار مورد را میگم بحث مورد پرسش قرار گرفته زیر سوال رفته بارها هم پرسیده شده بحث قانونی اساسی است بحث لوی جرگه است بحث نویت حکومت است بحث یکی از منشأ قدرت است بحث حق آموزش و کار بانوان است همه اینها ناروشن است. فکر میکنین که وقتی روی این موارد کار صورت نگرفته در این دو سال تعلل شده فکر میکنین یا ای که توانمندی وجود نداره یا هم برنامه ریزی شده برای اینها حداقل وقت گذاشته نشده؟ من فکر میکنم که اداره طالبان با واقعیت های عینی افغانستان متاسفانه در یک بود مشخص که تامین امنیت است رو تمکین کردن و او تامین امنیت فیزیکی است که شما میفهمین که همونطور که پیشتر همکارا گفتن امنیت تنها در بود امنیت فیزیکی تامین نمیشه. امروز ما در محابس هم امنیت داریم، امروز ما در جاهای بسیار دیگه هم امنیت وجود داره اما در اینجا صلح وجود نداره، در اینجا آرامش وجود نداره، در اینجا ثبات وجود نداره، در اینجا امید برای آینده ها وجود نداره. به خاطر من فکر میکنم که تنها اینا نباید در این بحث خود متمرکز بکنن. درست است که امروز امنیت فیزیکی به صورت نسبی آمده ولیکن شهروندا و مردم افغانستان همسایه ها و دنیا سر صدایشان بالاست و این شکایت ها رو شما از مراجع مختلف میشنوید. تنها بحث شکایت های ملل متحد یا بانک جهانی یا جامعه جهانی یا اروپایی ها یا غربی ها نیست، این شکایت ها به صورت منظم از مطبوعات داخل افغانستان از ملت افغانستان از اونها هم بالاست. امروز بحث گرسنگی در افغانستان، بحث بسته کردن در بازه های مکاتب برای خواهرای ما برای خانم ها، این خود از یک اپارتاید جنسیتی هست. متاسفانه این حالت است که میتونه امروز افغانستان و آینده افغانستان رو بسیار به شدت
تهدید بکنه. اینها بحث هایی است که در برابر از اینها تحلل کردن یک تعلل بسیار بزرگ است و یک جرم نابخشودنی است. من فکر میکنم که اداره طالبان باید به این مسائل تمکین بیشتر بکنن و بیشتر در پهلویی که به امنیت توجه میکنن به مسائل آوردن صلح و مشارکت ملی به اعاده حقوق زن و به خاطر استفاده از نیمه کتله جامعه که اونها در تولید ارزش‌ها و در تخلیق ارزش‌ها در طول تاریخ نقش داشتن، امروز باید به اونها این فرصت ها میسر شود تا اونها از یک طرف در رفتن به مکاتب و مدارس بتانن تحصیل علم بکنن و از جانب دیگه در رابطه با کارشون، در رابطه با ارائه خدماتشون باعث تولید و تخلیق ارزش‌ها شود. در رابطه با مسائل اقتصادی خدمت شما عرض بکنم که در مورد اقتصادی برمیگردم. آقای فاروق اجازه بدین اینجا از مهمانان بپرسم، از آقای کریم بپرسم. آقای کریم، مردم چقدر فکر میکنین راضی است؟ اگر بسیار مشخص بحث کار و آموزش به عنوان را مطرح بکنیم، اگر بحثی باشه که نباید آنی فکر شود، باید اجازه داده شود برای حکومت ها تا بنیاد های اساسی حکومت ها را یا دولت ها را شکل بده، در مورد قانون اساسی کار جریان دارد درست، در مورد اینکه چه وقت حکومت سرپرست جایش را به یک حکومت دائمی خواهد داد، آیا بحث انتخابات مطرح است، بحث لوی جرگه مطرح است، بحث شورای اهل و حل عقد مطرح است، این موارد درست، ولی در مورد آموزش کار بانوان که زیاد سر زبان ها بوده و انتقادهای درونی و داخلی را داشته، شما فکر میکنین که ناکام بوده حکومت سرپرست در این باره؟ ناکامی هم و حد اقل مطلب است که ما شما گفته میتونیم. من تا به حال به اصلاح هنرهای عینی و پیشرفتهایی که صورت گرفته من حیث شاهد صحنه عرض کردم، عیبش چه بگفتی هنرش نیز بگو. حالا من برعکس از این، چون هنرها را گفتم عیوبم باید عرض بکنیم. اگر اجازه بدین به صورت کل درست. در پالیس اگر اجازه بدین وقفه بگیریم، پس از وقفه حتما برمیگردیم به شما. رفت و برگشت کوتاه. دوباره خوش آمدید، بفرمایید آقای کریم. بله، به تعقیب عرایض قبلی ایرا هم اضافه بکنیم که در دو بود دیگه هم ما پیشرفت های بسیار مهم و حیاتی داشتیم. یکی ممنوعیت کشت مواد مخدر با یک موفقیت چشمگیر و انکارناپذیر که از مسائل بسیار عمده و حیاتی برای ملت ما و برای جهان بود، لیل هم پیشرفت بسیار تعیین کننده و چشمگیر صورت گرفته. و دیگه سیاست داخلی و خارجی پارچه پارچه ساختن ملت ما به اقوام و قبیله ها و زبان ها و مذاهب که اتحاد جماهیر شوروی شروع کرد، کنفرانس برد بن او را نهادی نساخت و سیاست 20 ساله بر او خود پایدار ساخت. اینا لیل هم امروز نقطه پایان برش گذاشته شده، یا حداقل او سیاست پارچه پارچه کردن سرش تاکید نمیشه. حال بیایم سر بحران های کس، من جمله سوالی که شما فرمودید، با برداشت من سه بحران عمیق کشور ما و ملت ما را تهدید میکنه. یکی بحران اقتصادی است. جناب فاروقی صاحب فرمودن متخصص اقتصاد هستن، ولی چیز عیان است که نه به اساس مشکلاتی که تنظیم امارت اسلامی خلق کرده باشه از دو سال، از 50 سال به این طرف، ولی 20 سال اخیر ملت ما را و اقتصادش را برباد داد، ما را گداییگر ساخت. این یک بحران عمیق اقتصادی را به وجود آورده که اگر نظام فعلی برف از او کوشش نکنه و به صورت مؤثر کوشش نکنه، در اینجا مکلف و مسئول از این بابت نظام فعلی هست. یک بحران عمیق فرهنگی در کشور ما هست، مبنی بر اینکه درک دو برخورد 50-100 ساله که در جهان اسلام وجود داره بین سنت و مدرنیته، بین قریه و شهر، این فرهنگ برخورد مشکلاتی را به وجود آورده که ما یکی دیگر درک نمی کنیم، شهرنشین و روستانشین. و نظام فعلی دقیقا انتقام روستا برای نظام شهرنشینی است. در این مطلب یکی از مشکلاتی که ایجاد شده از نگاه فرهنگی ای است که از دیدگاه انسان امروزی و نه تنها امروزی، از دیدگاه اسلامی انسان دارای حقوق طبیعی است. بله. و چون همه انسان ها بندگان خدا هستند، مسلمان، غیر مسلمان، کافر، یهود، مسیحی، هندو، بودایی، همگی بندگان خدا هستند و همه بندگان خداوند، حتی او کسایی خدا ناپرستان هستند
مخلوق خداوند هستن، دارای به خاطر که بنده خداوند هستن، نه به خاطر که مسلمان یهود هستن، صاحب حقوق طبیعی هستن. این حقوق طبیعی در برگیرنده آزادی هست، آزادی بیان هست، حق کار است، حق تحصیل است، حق امنیت است، حق سفر است و حق انتخاب زندگی که یک انسان در چوکات یک جامعه مطلوب میخواد برای خود داشته باشه. این حقوق طبیعی مربوط هیچ دینی هم نمیشه. انسان به خاطر انسان بودنش واجد این حقوق است. حق تحصیل دخترها شامل حقوق طبیعی انسانی است و از اضافه بر از او از احکام واضح و انکارناپذیر دینی هست. مشکلی که من شخصا با این فرامین دارم است که اگر شما میپذیرین که حکم از احکام دینی را یک رهبر دینی میتونه تعطیل بکنه، حکم دینی هست، فریضه دینی هست، یک رهبر دینی بنابر مصالح و یا شرایط زمانی و مکانی میتونه او را تعلیق و یا تعطیل بکنه، اگر شما این را میپذیرین که طور یک حالت میتونه قبول بکنین که یک جهانبینی جدید از اسلام شناسی و دین شناسی را شما مورد عمل قرار میتین که تشریع از اون مشکلات بسیار فراوانه بعد دست، یعنی میگن آموزه های دینی مصلحت را قبول نمیکنه. ما طرفدار مصلحت هستم، ولی اگر شما یک بند از بندهای دینی را گفتین که بنابر مصالح بنابر شرایط زمانی و مکانی ما تعطیل میکنم، به عین حکم شما میتونید دیگه فرایض دینی هم تعطیل و تعلیق بکنید، دیگه باز پرده و دیواری وجود نمیداشته باشه که آقای خمینی تا به این حد پیش رفت که گفت من توحید هم تعطیل میکنم، توحید را تعطیل میکنم به خاطر حفظ نظام. من از این میترسم که یک کاری که برای اساس یک مصلحت شده رای دیگه را باز نکنه که ممکن است برای صادر کننده های فرامین مشکلات بسیار فراوانی به وجود بیاره. من شخصا امین کریم معتقد هستم بله که مصالح و زمان و مکان در چگونگی پیاده کردن احکام دینی باید مطمئن نظر باشه. درست. بنابراین اعاده حقوق زنها تا زمانی که حق تحصیل، کار، حضور در جامعه، حضور در سیاست، حضور در تمام لایه‌های زندگی تأمین نشه، حقوق انسانی و بالاتر از او حقوق اسلامی زنها و بنابراین 50% نفوس افغانستان اعاده نشده. و کلانترین نقطه انتقاد هم در دو سال همین موضوع بوده. از دیدگاه من البته بسیار زجرآور است، بسیار رنجآور است. به هزارها فامیل ناتوان کوشش میکنن که خانه خود را بفروشن به خاطر تحصیل دخترانشان خارج از کشور برن. آقای کریم چی برداشت دارین از این تعلیق؟ فکر میکنین تعلل میشه؟ فکر میکنین که نیت وجود نداره حداقل برای ازی که دختران بر بگرده؟ فکر میکنین استفاده سیاسی میشه؟ اینه باید از که از برادر ما خوستی صاحب که از درون تنظیم امارت اسلامی معلومات بیشتر دارن بپرسین، ولی به برداشت ما یک تعداد حضرقات در، چون که اکثریت بزرگان امارت اسلامی طالبان شدیدن طرف دارستن از این هستن که دخترها به تحصیل برن، زنان در چوکات اصول اسلامی به کار برن، به سیاست برن، به استثنای چند پست و چند مقام که ریاست جمهوری یا رهبری و یا قاضی القضات بودن استثناءات است، از برداشت دینی که ما دارم زنان در تمام ساعات ولایه های زندگی اجتماعی باید سهیم باشن. از نگاه اسلامی عرض میکنم یک تعداد از نظر ایدئولوژیک و همون مطلب رمیم که یک عالم دانشمند اسلامی گفته که دینداری روستایی بوی روستا میده و دینداری شهری بوی شهر میده. او کسانی که برداشت عرفیشان از برداشت عرفی از دین داره هنوز هم معتقد هستن که زن باید است که تنها خیاطی را یاد بگیره، آشپزی را یاد بگیره و در خانه باشه. این حفاظت زن است، عزت زن است. اونا معتقد به این مطلب است. بسیار تشکر. ولی کسان دیگه هم هستن که دقیقا میفهمن که فرایض دینی استوار بریست که زن باید تمام حقوق انسانی را دارا باشه به استثناء یکی دو وظیفه که پیشتر عرض کردم. بسیار تشکر. ممنون شما آقای خوستی. باور سیاستدانا یا استادان سیاستی است که برایند سیاست داخلی باید منجر به رضایت عامه شود. مردم باید رضایت داشته باشه و این رضایت حداقل در حد اکثریت قرار داشته باشه.
در مورد آموزش و کار بانوان باور دارین که واقعا این مسئله یک نارضایتی بسیار کلان را در داخل افغانستان به بار آورده و اینجاست که سیاست داخلی امارت اسلامی زیر پرسش میره، هرچند که تعریف شده نیست، ولی از عملکردها اگر حرف بزنیم. گوره امانی سه دا واقعیت ده چی داخلی سیاست یا داخلی سیاستونه یا پالیسی باید داسې عیار شي چې د ولس د رضایت سبب وګرځي. خو په هغه مواردو کې، په هغه برخو کې چې هغه د الله تعالی د نارضایتۍ سبب نه ګرځي، د ښځو تعلیم او کار دا خو په دا دوو کلونو کې ډیره داغ او زیر بحث موضوع ده. د اسلامي عمارت ویاندویانو، رسمي منابعو، د لوړو زده کړو وزارت ټولو په کراتو مراتو دغه موضوع واضحه کړې ده. د دوی نظر او پالیسی هم واضحه شوې ده چې د دوی دغې پوښتنې ترې دا تاسې وکوله، دې ته دوی ځواب څه ده. دا موضوع ډېره د بحث لاندې نیول شوې ده. زه وایم یو څه چې په هغې باندې موږ تاسې ټول ملت هم اتفاق لري، عمارت هم اتفاق لري، په هغې باندې د عمارت ټول مشران هم په هغې اتفاق لري، هغه دا ده چې هغه مشترکه نقطه ده، هغه دا ده چې اسلامی عمارت ښځو ته د کار او د تعلیم په برخه کې ټول هغه حقوقو ته ژمن ده چې شریعت او اسلام ورکړي دي. دا چې اوس ولې نه ورکول کېږي یا کله به ورکول کېږي، دا جلا بحث د رسمي منابع باید تشریح کړي. آقای زه وایم اگر شما دیدگاه خودتان را شریک بسازن، آقای کریم گفتن که آیا یک مرجع اسلامی، آیا یک فرد یا رهبر اسلامی این حق را داره برای مصلحت معطل بکنه یک حکم الهی را؟ ګوره دا یو فقهي او شرعي مسله ده. حکم نشي معطلولی، یو فرض یو واجب نشي معطلولی، ولی یو امیر شرعي امیر او رهبر یو دینی امیر کولی شي چې ځینې شیان د یو مصلحت په اساس تعلیق کی، معلق کی. زه اوس دا نه وایم چې دا ګوره یو فقهي بحث ده، دا جلا بحث ده چې کوم موارد، کوم احکام، کوم معطلولی شي، کوم تعلیق کولی شي، کوم نشي تعلیق کولی، دا جلا فقهي بحث ده. او د ښځو کار او د ښځو تعلیم دا د دې سره تړل به هم زه وایم چې مناسب نه وي، ځکه تر اوسه پورې په دې اړه د اسلامي عمارت د رسمي مراجعو نه، د رسمي ویاندویانو نه داسې څه موږ نه دي اورېدلي چې هغوی ویلي وي چې دغه کار د یو سیاسي مصلحت د وجې نه یا د کوم بل مصلحت په اساس تعلیق شوی ده، معطل شوی ده. خو موږ تاسې د رسمي مراجعو نه همدا اورو چې تر امر ثانی پورې دا کار معطل ده او دغه ستونزه به حل شي. ګورئ په لوړه سطحه امر ثانی است، په لوړه سطحه امین تعلیق است، خو ګورئ په لوړه سطحه موږ تاسې اورو د وزیرانو په سطحه، د اسلامي عمارت د ویاندویانو نه موږ تاسې اورو چې دغې ستونزې ته د حل پیدا کیږي، د حل د پیدا کولو دپاره هڅې روانې دي چې موږ دغې ستونزې ته د حل داسې یوه لاره پیدا کړو چې هم د ملت دپاره قانع کوونکې وي، هم د عمارت دپاره قانع کوونکې وي. په دې کار روان ده. اوس دا چې ولې زر نه کیږي، ولې دومره وخت ونیوه، کله به کیږي، څنګه به کیږي، هغه چوکاټ څه ده، هغه لایحه څه ده، دا ګوره رسمي مراجعو پورې تړلې ده. باور دارین که اکثریت اعضای رهبری امارت اسلامی تخصص داره در علوم اسلامی، متخصصین هستن، چیز تازه هم در انتظار چیز تازه هم نیست، وحی الهی هم نمیه، خوب قرآن هم است، احادث پیامبر هم است، اصول فقهی هم وجود داره، اجماع هم است. مردم میپرسه که اگر مسئله آموزش زنان، دختران دو سال وقت را بگیره و هنوز برش یک چارچوب تهیه نشوه، مسائل کلانی چون ساختن یک قانون اساسی، سپردن حکومت سرپرست جایش را به یک حکومت دائمی، رضایت کلی، جمع‌آوری یک جا کردن احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی زیر یک سقف، اینها چقدر زمان را در بر خواهد گرفت اگر مقایسه شود؟ گوره ما مخکم یادونه وکوله چې یو نقطه مشترکه چې موږ ټولو په هغې اتفاق ده، هغه دا ده چې اسلامي عمارت ملت دا خلق ولس دینی قشر علما دا ټول په یوه شي باندې متفق دي چې دلته د ښځو د کار او د تعلیم په برخه کې ټول هغه حقوق چې هغه شریعت ورکړي دي هغې ته موږ ژمن یو، هغه به ورکول کیږي. د اسلامي عمارت مشران هم دا وایي، وزیران هم وایي، ویاندویان هم دا وایي،
دا یو مشترکه نقطه ده. تاسو وایئ چې دا وخت ولې دومره نیسي، ولې دومره زمانګیر شو؟ نه، مخکې وویل چې ګوره، دا د رسمي مراجعو نه باید پوښتنه وشي، تحصیلات عالی نه پوښتنه وشي، هغه کمیټه چې د دې کار دپاره جوړه شوې ده، هغوی نه باید پوښتنه وشي چې ولې دومره کار نیسي، ولې دومره وخت نیسي. زما باور دا دی، زما شخصا زما باور دا دی چې موږ باید په ځینو مسایلو کې عمارت ته وخت ورکو. راځئ چې انتظار وباسو، موږ ته ډېر مسایل نور هم پاتې دي، هغه مسایلو باندې هم کار روان ده، باید حل شي. د قانون اساسي مسله ده، د نظام د نوعیت مسله ده، نور ډېر مسایل دي چې هغې ته هم باید حل پیدا شي. ای گذر زمان، در ای گذر زمان بسیار چیزها از دست میره. مثلا مقایسه میکنه که اگر یک جای جنگ وجود داشته باشه، جنگ باشه، بگوین که دو سال بعد جنگ تمام میشه، یعنی در دو سالی که چقدر قربانی میشه او را باید نادیده گرفت. مثلا در مورد آموزش دخترها هم آیا دو سال محرومیت را نادیده گرفت؟ در موردی که بسیار چیزها ناروشن است در داخل افغانستان، همه اینها را نادیده بگیره مردم. امانی صاحب، زه ما مخکې هم یادونه وکوله، که چېرته موږ اسلامي عمارت چې واک ته ورسېدو، اسلامي عمارت د صفر نه شروع کړې ده، د صفر نه کار شروع کړی ده، د صفر نه کار شروع کړ، په ډېرو برخو کې لاسته راوړنې لري. د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې، د اقتصاد په برخه کې لاسته راوړنې، په کومو برخو کې چې کار، هغه کوم مسایل چې نه دي حل شوي، زما باور دا ده چې راځئ چې اسلامي عمارت ته وخت ورکړو چې هغه مسایل هم حل شي. راځئ روحیه ورکړو، مرال ورکړو. تشکر میکنم، ممنون شما آقای فاروقی. وقتی از صفر شروع کنی و دو سال بگذره، امنیت مردم را حداقل در دو سال که تأمین کردین کلانترین دستاورد است. ولی چیزهای دیگر هم وجود داره. شما فکر میکنین که اگر صادقانه و واقع بینانه ببینیم از طالبانی که گفته میشد در موردش در 20 سال جمهوریت، انتظار بیشتر، یعنی یک چیز دور از انتظار حداقل انجام نداده در این دو سال؟ من فکر میکنم که تمام حکومت ها یا قدرت ها و یا گروپ های کودتایی و یا هم از طریق زور و از طریق یا کدام عمل کرده دیگه غیر دموکراتیک و قدرت میرسن، طبعا از صفر شروع میکنن، به خاطر اینکه اونها ایدئولوژی خود، برنامه های خود، فکر خود و بالاخره بر مبنای نظریات جدید ارائه میکنن و طبعا بر گذشته ها و بر دستاوردهای گذشته اینا خط بطلان میکشن. این یک چالش بسیار بزرگه، نهادهای ایدئولوژیک است و یا هم ادارات ایدئولوژیکی که متاسفانه در گذشته تاریخ ما شاهد از چی در افغانستان و چی هم در بیرون از افغانستان بودیم. اما شما بیاین ببینین وقتی 20 سال پیش جمهوریت تازه وجود آمد در نتیجه کنفرانس بون، بعد از یک دوره اختشاش و نارامی و جنگ‌های داخلی و سایر بحران‌هایی که در افغانستان بود و افغانستان به تل خاک تبدیل شده بود، متاسفانه کابل ما کاملا به ایران شده بود، تمام نیروهای بشری متخصص از افغانستان بیرون شده بودند و بالاخره یک جامعه بسیار ابتدایی به دسترس جمهوریت قرار گرفت. جمهوریت هم از صفر شروع کرد، اما تا جریان 3-4 سال بعد از آغاز کار شما امنیت سرتاسری رو می‌بینید. دوستا شاید همراه ما موافق باشن که ما در سال‌های 82، 83، 84 تا 85 در سراسر افغانستان فیر تفنگ نبود، امنیت کاملا تامین بود، ولیکن در نتیجه عملکردهای نادرست یک عده از تفنگ سالارها، یک عده از کسانی که اونا فاقد تفکر ملی بودن، یک تعداد از عناصری که متاسفانه در دستگاه دولت و بیرون از دستگاه دولت دست به اعمال زدن، که بالاخره شما دیدین که شرایط به ترتیب ایجاد کردن که بعد سال 85 و 86 ناامنی ها شروع شد و بالاخره جنگ ها به پیمانی که نیروهای بیندلی هم پشکشتاندن و بالاخره باعث سقوط جمهوریت شد در نتیجه. من اندیشه و نگرانی میز که اگر ما با این مسائل به این ترتیب برخورد بکنیم که امروز فقط امنیت تامین است و ما اجازه بدیم که مردم در گرسنگی بسر برن، اجازه بدیم که مردم در بی‌تعلیمی بسر برن، اجازه بدیم که ما هر نوع بحثی را که ما می‌خوایم بدون التفات زمان و بدون توجه به زمان به او تمکین بکنیم و یا به او بپردازیم، من فکر می‌کنم که این یک مقدار عدم استفاده از تجارب گذشته است. من باور دارم که دو سال وقت کافی بود، به خاطر اینکه هر نوع تغییری که می‌خواستم، من
تقریبا 4 سال رئیس پانتون کابل بودم، شما در جریان هستید. بله. و بیش از حدود 20 سال من در داخل پانتون کابل تدریس کردم. من در داخل اداره پانتون کابل و پانتون های افغانستان در ادارات تعلیم و تربیه افغانستان و تحصیلات عالی افغانستان اونطور مسائل عمده را نمیبینم که او با گذشت زمان دو سال ضرورت داشته بوده باشه تا مورد بتانه به شاید انسان. هیچ چیزی در مخالفت با احکام دین خدا و با ارزش های اسلامی و ارزش های ملی ما در مخالفت با او موجود نبود. اگر بحث های خود و کوچکی در رابطه با مسائل فهمو حجاب و اینا رو در روزهای اول ما دیدیم که در داخل پانتون ها آقای فاروقی تطبیقات و برنامه برای گرفته شد، اما متاسفانه هنوز هم دو سال میگذره و باز هم ای به التوا قرار میگیره و هر روز گفته میشه که ما در نظر داریم، ما موافق هستیم، ما میخواهیم، ما به اعتقاد داریم، اما عمل نمیکنیم. درست. ظاهرا نگن آقای فاروقی که داره تاریخ تکرار میشه، همطوری که اشاره کردن که 3-4 سال اول جمهوریت امنیت بود، ولی در امی دو سال اگر بحث آموزش بانوان حل میشد و از طرف دیگه نیروهای مختلف سیاسی در راستای منافع ملی بسیج میشدن و این کار را امارت اسلامی میکرد، این یک مسیر تازه می بود و اگر اقدام بکنه این فرصت هنوز وجود داره؟ بدون شک ما در جریان مذاکرات دوحه بودیم، در جریان توافقات صلح. اساسا طرح به همین بود که ما از گذشت جلوگیری بکنیم، ما نگذاریم که یک بار دیگه بحث انقطاع نسلی که در گذشته متاسفانه در جریان 100 سال چندین بار تکرار شد و ما نسل های از افغانستان در بیسوادی، در بیتعلیمی، در مهاجرت، در بدبختی های بسیار فراوان اونا را مواجه کردیم، یک بار دیگه اینا باید صورت بگیره. متاسفانه دوستای بنگلی ما و بالاخره هیئت های مذاکره کننده طالبان اینها همو بحث عملکرد طرحهایی که در کنفرانس دوحه بود و در مذاکرات صلح دوحه بود متاسفانه به اونا تمکین لازم نکردن و پیش از وقت شرایط به ترتیب آوردن که بالاخره این انقطاع متاسفانه صورت گرفت و امروز اداره طالبان و دنیا و همسایه ها در یک موقعیت بسیار حساس قرار گرفتن و نمیفهمند که راه حل چیست. فلهذا بحثی است که همونطور که شما فرمودین اگر طالبان امروز هم به تامین مشارکت ملی، به تدارک قانون اساسی و سایر قوانینی که در او اجماع ملی وجود داشته باشه، نه قانونی که تنها یک فرد بسازه یا تنها حکومت بسازه، حکومت هایی که تنها خودشان قانون ساختن بدون التفات به نظریات مردم، بدون اعتنا به قواعد و قوانین بین‌المللی، بدون در نظر داشته آرزوهای مردم و واقعیت های جامعهشان قوانین ساختن، او قوانین عملی نشد و بالاخره قوانین به طاقا گذاشته شد. به او خاطر بحث تأمین مشارکت ملی، آوردن یک بحث و گفتمان ملی و بالاخره دادن حق به تمام اقشار 28 یا 29 یا 30 قشر در داخل جامعه افغانستان وجود داره، به اینا باید تمکین صورت بگیره. تنها افغانستان متعلق به طالب ها و علمای مذهبی نیست، در افغانستان 30 قشر دیگه از اقشار تشکر معظم وجود داره که به اونا باید تمکین شوه، نظریات از اونا گرفته شوه، بالاخره مبتنی بر نظریات از اونا قوانین شکل داده شوه، اجازه بدن که افغانستان یک راه درست را به خاطر تامین منافع مردم افغانستان، به خاطر تامین مشارکت و به حیث یک کشوری که بتانه در همزیستی مسالمت آمیز با همسایا تشکر یا بالاخره با خود مردم افغانستان زندگی خود را به پیش ببره. بسیار تشکر، ممنون. شما قای کریم، در امی مدت دو سال هنوز ما هیچ نشانه ای نمیبینیم که هیچ کشور آماده شده باشه تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. شما فکر میکنین آیا عملکردهای داخلی سبب شده تا هیچ کشور جرأت نکنه و پا پیش نگذاره برای تعامل، یا نه دیپلماسی و وزارت خارجه امارت اسلامی به گونه ای عمل کرده که نتوانسته قناعت بده در بعد سیاست خارجی کشورها را؟ وزارت خارجه تنظیم امارت اسلامی طالبا تلاش های پیگیر در این رابطه در طول دو سال انجام داده و یک سیاست معقول متوازنه در رابطه با کشورهای منطقوی همسایه ها، جهان اسلام، کشورهای غربی، کشورهای اساسی تدوین کرده و بر اساس یک سیاست متوازن پیش رفته. ولی مشکل در سیاست خارجی نظام نیست، مشکل در یک بحران عمیقه، در پهلوی بحران اقتصادی و بحران فرهنگی، بحران حقوقی هست و مشروعیت. بله. در قرارداد دوحه بارها تذکر داده شده بود که تحریک امارت اسلامی طالبا را دنیا به رسمیت نمیشناسه، به تنهایی در صورتی که به صورت انحصاری مطلقه قدرت به دست بگیره. حتی در کنفرانس مسکو هم تکرار شد و تمام دنیا را قبل از اینکه کابل تغییر نظام بده تمام دنیای را مشخص کرده بودند. حال رای حل چی است؟ اگر اجازه باشه بیشتر از سرزی صحبت بکنم. فقط دو دقیقه وقت داره آقای کریم. ما کوشش میکنم به یک دقیقه چی بگم.
دو سه رای غیر واقع بینانه مطرح شده که یکی موقف بعضی از مردمان فراری هستند که میان حکومت مشترک جور شد، مشارکتی جور شد و این هیچ معنی نداره و در هیچ جای دنیا وجود نداره و معقولیت هم نداره. دو موقف بعضی از حلقات در داخل است که میگن ما هستیم که هستیم، شما مجبور هستین که ما را به رسمیت بشناسین، ما تغییر نمیاییم، این هم واقع بینانه نیست و مطلوب هم نیست. حالت سیومی است که در این روزا کم بهش بحث شام است که یک کنفرانس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل متحد که تضمین کننده قرارداد دو هست تشکیل شوه، هیئت تنظیم امارات اسلامی طالبان قطعا در او شرکت داشته باشه، معاید افغان ها و در اونجا بازنگری نه، تحقیق برای چگونگی اعمال پنج بند قرارداد دو هست که در اونجا مسئله مشروعیت هم حل میشه، مسئله شناخت کشور هم حل میشه، مسئله لستایسی هم حل میشه، مسئله پولهای مسدود شده هم حل میشه، مشروعیت داخلی هم راش و بنان مشروعیت خارجی هم مسیرش مشخص میشه. ممکن است در ماه اکتبر امی رقم یک کنفرانس دایر شوه. یگانه رای ممکن و معقول در چهار گزینه انزوای بیشتر تنظیم امارت اسلامی طالبان، جنگ با امارت اسلامی طالبان یا به رسمیت شناختن نظام فعلی به حالتی که است و تعادل، یگانه گزینه معقول و مطلوب و واقع بینانه تعادل قدم به قدم با نظام فعلی است. ممنون شما، سپاسگزارم. آقای خستی، در انتظار تغییر روی کرد امارت اسلامی جامعه بین الملل، اما طوری که گفتم میشه امارت اسلامی به تنهایی نمیتونه که بدون ای که با جهان در ارتباط باشه پیش بره، در داخل افغانستان هم به تنهایی نمیتونه. واقعیت های افغانستان باید درک شود، جریان های مختلف سیاسی که حضور داشته، احزابی که حالا غیر فعال شده، اینها به عنوان واقعیت های افغانستان باید زیر یک چتر جمع شود و این تغییر روی کرد است تا سرانجام بیانجامه به رسمیت شناسی امارت اسلامی. نیاز است به این تغییر روی کرد و آیا وقتش رسیده که اقدام شود؟ گوره معنی سه، اول خوب از دی فاروقی سه به غیب موضوع تا اشاره وکم چی دو ویل چی دی جمهوریت پا اول چلورو کلونو که امنیت و گوره دی جمهوریت پا اول چلورو کلونو که پا خارونو که امنیت و دا واقعیت و چی اول که چی کل امریکیان افغانستان تراغلل نو اول دری چلور کلونا دی افغانستان لوی خارونا پا امن و نو دی خلکو فکر کولو چی پا طول افغانستان که امن دا دی افغانستان پا کلیو باندو که امن نو د افغانستان په کلیو بانډو کې د هغې ورځې نه ناتار د افغانانو په کورونو چاپې، د افغانانو وژل، د افغانانو شکنجه کول د هغې ورځې نه شروع شول چې کله امریکایانو په افغانستان چې په افغانستان کې دوی خپله خپه کېښوده، د افغانستان په کلیو بمبارونه و، ودونه بمبارېدل، خیراتونه بمبارېدل، جنازې بمبارېدلې، د افغانانو هیڅ ځای، د افغانانو حتی کله به چې افغانان ودونه څلور پنځه موټر به یو ځای روان و، هغه به هم بمبارېدل، په هغې باندې به هم بمبار کېدو. نو افغانستان د اولې ورځې نه امن نه و، صرف ښارونه، لوی ښارونه امن و، خو اطراف کلي کورونه د افغانانو امن نه و. نیاز به تغییر روی کرد است؟ طبعا موږ په دې باور لرو چې ټول افغانان، هغه افغانان چې هغه وړتیا لري د اهلیت په اساس، هغه باید په نظام کې خپل ځان وګوري. زه په دې باور یم چې دا اوس فعل حال هم هغه څوک چې مسلک لري، وړتیا لري، هغه اوس په نظام کې دنده لري، وظیفه لري. او راځئ وخت ورکو چې اسلامي امارت نور هم زمینه دې ته مساعده کړي چې هغه خلک چې هغه اهل دي، هغه وړتیا لري، هغه د دې هېواد لپاره خدمت وکړي. ممنون شما. خواهی فاروقی 20 ثانیه اگر جمع بکنیم بحث با شما. ما خدمت خصوصی سے گورنمنٹ سے خصوصی تاش پار ورس اون زب کابل کیو افغانستان کیو بو گڈ گڈ افغانستان کی کوم خاصه بی امنیتی حالات چه تاثیر تیر شکایت کوي په دا چلور پنزا اول کارو کی موجود نه وو. طالبان په مرحله نه چه بمبار بوشو او طالبان صد کورو ته لاړل او سم افغانستان وو تل پاکستان ته لاړل یا نور جایو ته، نور امنیت صورت عام موجود وو. درست آقای فاروقی، کوتا اگر بیاین سر راه حل بسیار کوتاه اگر شما کنم خلا مخ پرسه تو رو. بله خدمتتون عرض بکنم در رابطه به اینکه چی باید شوه، ما با فرمایشات انجینر صاحب کریم امین کاملا موافق هستم. امروز در شرایط قرن 21 دولتداری ها به این شکل که با تحکم صورت بگیره، با زور صورت بگیره، با استبداد صورت بگیره دیگه قابل تطبیق و قابل تعمیل نیست. بسیار تشکر. ما پیشتر عرض کنم با تجربه تاریخ بیاموزیم
وقت شما سال 57 در نظر بگیرید، صحبت های حزب دموکراتیک خط بر او وقت میکرد به خاطر تداوم قدرت و فکر میکرد بسیار تشکر آقای فاروقی، قدرت انحصاری میتونن تداوم بکنن. امروز عین اون تشکر میکنم، سپاسگزار شما. آقای پوهنمل حمید الله فاروقی رئیس پیشین دانشگاه کابل، آقای قاری سعید خوسی عضو امارت اسلامی و آقای محمد امین کریم عضو شورای رهبری حزب اسلامی افغانستان، از حضور عرصه مهمان گرامی و از شما بیننده ها که بیننده این ویژه برنامه بودین، شبتان بخیر.